دانگفنگ شاین مکس مدل 2023 یکی از وارداتی‌های جدیدی که توسط یه شرکت داخلی وارد شده و همین اول بدون مقدمه میریم تو پیچه لواسون. با پیچه لواسون شروع می‌کنیم. یه ماشین 1480 کیلویی، موتور 1.5 لیتری توربو شارژ که 190 اسب بخار و 300 نیوتن متر گشت‌آور رو به چرخ‌های جلو به وسیله گیرباکس 7 سرعته دوال کلاچ انتقال میده. کمربندم سفت سفت شد و سر پیچه تا حالا که کنترل خوبی داشته. بریم دوباره پیچه بعدی رو بزنیم. یکم اینجا خیس شده، یکی دو ساعت قبل اینجا بارون اومد. یعنی خیلی قشنگ ESP عمل میکنه و نمیذاره که ماشین لیز بخوره یا به بغل بره و دوباره همینطور عمل کرده گیرباکسش. میتونم بگم جای انتقاد داره، چون اول اینکه حالت تیپترونیک نداره، بعد اینکه خیلی هوشمند نیست، بعضی موقعا طول میکشه که اون تصمیم درست رو به جا رو بگیره و 130 تا سرعت اینجا خیلی خوب راه میره. از نظر راه رفتن حرف نداره. یه پیچه دیگه قبل پیچه سراتو هست اینجا. ببینیم که ببینید قشنگ محدود میکنه، نمیذاره که ماشین گشت‌آور کامل داشته باشه و هشدار میده که ESP توی خط هست، توی مداره. ببینید خیلی خوب جمع میکنه، واقعا خوب جمع میکنه. میتونم بگم قوی ترین سدانی که از چینیا تا حالا بررسی کردی همین ماشین بوده. توی هندلینگش واقعا هیچ حرفی نیست. توی سدانایی که چینی هستن، حالا چه قدیمی ها چه جدید ها، وارداتی مونتاژی فرقی نداره. اصلا از نظر هندلینگ من با یه دست تازه دارم کنترل میکنم. کمربند رو خیلی خوب سفت کرده و آروم آروم پیچه رو رد میکنه. توی سرازیری داستان یکم سخت‌تر میشه، چرا که گشت‌آور زیاد قابل کنترل نیست و ببینید چقدر خوب میپیچه. اصلا من هر چقدر دلم میخواد گاز میدم و ماشین نه نمیگه سر پیچه. سیستم‌های هشدار حرکتی و ایمنی قشنگ شما رو ساپورت میکنن. این 120 تایی که روی تابلو خان اومده نمیدونم از کجا اومده، اصلا اینجا تابلو 120 نیست، ولی تابلو خانش خیلی قویه. ببینید رو خط خودم واقعا واقعا خوب عمل میکنه. یعنی خودم انتظارشو نداشتم این ماشین به این صورت عمل کنه. برعکس گیرباکسش که یکم گیج میزنه، تو بخش هندلینگ ببینید میزنم به داخل پیچ از بیرون، یعنی بدترین حالت ممکنه رانندگی، ولی بازم آخ به کار نمیاره. بذاری از بیرون پیچ برم حالا. اصلا ببین خوب محدود میکنه، گشت‌آور رو نمیذاره که اصلا شما حرکت اضافه باشه انجام بدین. ترمزش هم هنوز تست نکردم، در ادامه خواهید دید که آیا ترمزش، شتابش، عملکرد رانندگیش، آپشنایی که داره و چیزایی که نداره، ای با ایرادایی که توی ماشین هست، آیا نسبت به قیمت 1,800,900 که داره و رقیبی مثلا آریزو 6 جی تی یا احیانا آریزو 8 نسبت به اینا ارزش خرید داره یا نه، همه اینا رو در ادامه ویدیو خواهید دید. و در آخر متوجه خواهید شد که این ماشین رو میتونیم بخریم یا چه گزینه دیگه ای از این ماشین بهتره. با 1,800,900,000,000 تومان یه ماشین 0 کیلومتر وارداتی که البته چینی هم هست و این چند وقته وارد ایران شده و البته سدانی که خانوادگی باشه بشه راحت استفاده مسافرتی ازش کرد، شاین مکس که محصول شرکت دانگفنگ هست و همین چند وقته تو جریان واردات خودرو وارد ایران شد، که از نظر ظاهری تا حدود زیادی جذاب هست ولی خیلی وقت نیست که تحویل شده، تقریبا از 2 ماه پیش تحویل مشتری‌ها شد. اینی که اینجا هست یکم کثیفه، ما میریم سراغ یه دونه تمیزش، چون دو تا شاین مکس الان اینجا داریم برای تست و بررسی. کیفیت رنگ خوبی داره، یه رنگ مشکی متالیکی که آدم رو متوجه تفاوتش با خودروهای مونتاژی داخل ایران میکنه، این خودش یه بچه مثبتیه. جلو پنجره 3D و یکم بزرگش، چراغایی که هنوز خوشبختانه کور نشدن، هنوز چراغاش بزرگ هستن و کیفیت ساخت و متریال خوبی داره. توی چراغ اینو نگاه می‌کنی شما
جذب میشیم بهش و از نظر طراحی خطوط شکسته در هم رفته منو تا حدودی یاد طراحی کره چند سال اخیر میندازه، ماشین کره‌ای که خط خطوط شکسته در هم رفته که ماشین رو شلوغ میکنه، اینجا هم همین جوری هست و ظاهر خوبی هم داره. ابعاد این ماشین از نظر کلاسی سدان مید سایز محسوب میشه ولی نسبت به مثلا آریزو 6 پرو یا جی تی یکم بزرگتره و نسبت به آریزو 8 هم یه ذره کوچیکتره، ولی از نظر مشخصات فنی تقریبا با آریزو 6 جی تی یکی است که هنوزم توی بازار نیومده. نمای بغل یه اتاق کشیده و تا حدود زیادی ساده، نیومدن زیاد عجق وجقش کنن. از جلو تا این قسمت عقب همه چی ساده پیش میره، ولی تو این قسمت که عقب تمام میشه دوباره خط و خطوط شکسته در هم رفته. نگاه کنید چندین خط اینجا هست. حتی به نظر من این قسمتاش از لکسس ES اقتباس کرده، هم قسمت بوم رنگش و هم این قسمت صندوقش. تو نمای بغل رینگاش رنگای خاکستری داره که یکم حالت سوبری میده به ماشین و از اون حالت اسپورت بودنش میکنه. تو نمای عقب یه چیزی رو مخ منه، 320T نوشته که اشاره داره به گشتاورش، ولی توی مشخصات فنی اصلیش 300 نیوتن متره، اومدن محدودش کردن. طراحی صندوق عقب به زیبایی هرچه تمامتر خط و خطوط در هم رفته و اومدن یه کرومی هم اینجا به کار بردن، یه کروم هم پایین روی سپر که اون استایل اسپورت رو بهتون میده و همزمان باش لاکچری بازی هم قاطیش کرده. آئولوس هرچی که هست ما به اسم دانگفنگ میشناسیمش. صندوقش هم برقی نیست، باید دستی ببریم بالا. بعد صندوق بزرگ پتوپن قشنگ دو سه نفر توش جا میشه، اینقدر که بزرگ هست و آپشن امکانات خاصی هم نداره، حتی یه سوکتی چیزی هم نداره و از لاپاس فرغونی هم این زیر هست و تمام. بریم سراغ مشخصات فنیش. امان از دست این موتور 1.5 لیتری توربو که ولش نمیکنم بابا. یه 1.6 توربو، یه 2 لیتری توربو، اینجا هم دوباره همین داستانه. 1.5 لیتری توربو 4 سیلندر خطی که اتفاقا خیلی هم توان خروجی خوبی ازش گرفتن. 190 اسب بخار و 300 نیوتن متر گشتاور. یه گیرباکس 7 سرعته 2 کلاچه تر. قدرت به چرخ‌های جلو منتقل میشه. به شدت به بنزین حساسه. شما نگاه کنید که مثلا 1.5 توربو روی آریزو 6 و آریزو 5 بوده، اینجا هم هست ولی 50 اسب از اونها بالاتره. 40-50 اسب. مراقب باشین اگه این ماشین رو دارین، به شدت به بنزین حساس هست. کمپانی گفته که 9.5 ثانیه طول میکشه از 0 به 100 برسه. شتاب 0 تا 100 و ترمز 100 تا 0ش رو بریم ببینیم و برگردیم. دنده رو میذارم روی حالت دی، حالت تیپ ترونیک نداره، حالت رانندگی روی اسپورت هست و چیز خاصی نداریم. بریم براش. لانچش اصلا قوی نیست. ۸.۹۲. اگه لانچ خوبی داشت، یعنی خوب از جا میکند همون اولش، مسلماً حدود ۸ هم میومد، حتی کمتر. ولی به خاطر اینکه شروع به حرکتش خیلی خوب نیست و اون حالت تیپ ترونیک اینا هم نداره که آدم بیشترین حالت گشتاوری ازش بگیره، واسه خاطر همین به نظرم 8.92 هم بد نبود، ولی من انتظار داشتم مثلا 8 7 و 9 دهم اینا بشه که دیگه نشد. برای تست ترمز لوکیشن همیشگیمون و سرعت 100 کیلومتر ببینیم که از 100 به 0 چقدر طول میکشه. 3.48 صدم ثانیه طول کشید که از 100 به 0 برسه و ببینیم که نتیجه چی شد. 49 متر. چیزی نبود که فکر میکردم، یعنی نسبت به کیفیت ماشین و وارداتی بودنش انتظار داشتم حداقل مثلا 45-44 بزنه. 49 متر چندان رقم جالب توجهی نیست براش. در رو که باز میکنیم اولین چیزی که جلب توجه میکنه سیستم ویلکام سیتش هست که یکم صندلی میره عقبتر، جای فرمون برقی حالت برقی برای تنظیمش خالیه که فرمونم میره عقب و یکم لاکچری بازی به اوج خودش میرسید. به هر حال نداره
رودری متریال خوب، کیفیت خوب متریال و طراحی خوب روی در، خط و خطوطی که از متریال خوبی که داره، چندین رنگ هم توش به کار بردن و زیاد هم متریالی نیست که خط و خش روش بیفته. این خودش مهمه. این قسمت که یه حالت چوب خاکستری مانندی چیزی است و دوروبر کلیدا اومدن یه حالت براش کار کردن، یعنی زبره و دیرتر به خط و خش میفته. از نظر متریالی میگم خوبه. کلیدا یکم لقی دارن، کلیده روی درا شکل و شمایل خوبی داره ولی یکم لقه که رفت تو مخ من. صندلی راننده ماساژور داره، ماساژورش هم خیلی خوبه، 8 تا حالت داره. صندلی کامل برقی، گرم کن سرد کن داره، ولی صندلی شاگرد نه گرم کن سرد کن داره نه ماساژور. چرا اینجوری هست؟ این همه امکانات آپشن، این یه ذره رو نذاشتن رو مخه. فرمون دیکات این ماشین با چرم دو رنگش جذاب هست تا حد زیادی. فرمون توی 4 جهت تنظیم میشه، داخل و بیرون و بالا پایین. خیلی هم سفته، یعنی باید باش ور بری. متریال روی داشبورد نمیتونم بگم خیلی نرم و با کیفیته ولی قابل قبوله. و دریچه کولر اینجا تعبیه شدن، همه چی برقیه، از داخل مونیتور کنترل میشه و شما دیگه دکمه اونجور چیزا نداریم. کولرش هم من توی حرکت بهتون میگم که چه کولری داره. تو تا حالت رانندگی داره اینجا، من کولر رو خاموش کنم، حالت اکو و اسپورت و اگه اینا نباشن حالت نرمالش هست. کیفیت صفحه نمایشش کیفیت خوبی، رنگ خوبم ولی روشنایش خیلی بالا نیست، یعنی کنتراست خوب، رنگ بندی خوب ولی روشنایش میتونست بهتر باشه. تا چشم شاید بگم یه ذره دیلی داره، خیلی روون نیست، که این طبیعیه دیگه، تو اکثر ماشینای این رده قیمتی همینو داریم. وایلس شارژر داریم اینجا، پایین شارژر برای سویچ داریم و یه سوکت 12 ولت یه دونه USB. کیفیت و متریالی که اینجا به کار برده شده خوبه. دور لیور دنده و کنسول وسط یه متریال سبز رنگیه، مثل چوب میمونه، که روی درم بود و خوبه، پلاستیک پیانویی نیست. دو تا کاپولدر عمیق که به وسیله اینا اندازه‌شون هم تنظیم میشه، که این خودش باز خوب و باحاله. لیور دنده خیلی کوچیکه، حالت تیپترونیک نداره. چرا واقعا من نمیدونم. ترمز پارک برقی، اوتو هولد، یه کنسول وسط که خنک کنم داره که از گاز کولر تغذیه میکنه، خیلی هم خوب خنک میکنه. 3-4 تا رانی و اینجور چیزا توش انداخته بودیم، کامل جواب داد. و فرمون ماشین یه حالت مثلا مرسدس اس کلاس W222 رو داره، یعنی وسطش فقط هست، بالا پایینش دیگه هیچ شاخه‌ای نداره، که این خودش تا حدی القا میکنه که ماشین لوکس باید باشه، چون اکثر ماشینای لوکس اینجوری هستن. فرمونشون کلی دکمه روی فرمون داریم و اینا خودش میتونه هم خوب باشه برای ماشین بازار و هم بد باشه برای کسایی که یکم گیج میشن با دکمه ها. متریال خوبی هم داره، دست راهنما و برف پاک و متریال خوب. سمت چپ فرمون هیچی نداریم، هیچ دکمه ای، چرا که اکثر آپشن های ماشین به صورت الکتریکی و الکترونیکی داخل مونیتور کنترل میشن. اینسترومنت کلاستر یا همون صفحه کیلومترش خیلی بزرگه، کنتراست خوب، شفافیت خوبی داره و کلی هم امکانات بهتون ارائه میده. جالبه که از داخل مونیتورش میتونی شما دو تا پیشفرض براش انتخاب کنی، برای کلاسترش، یکی حالت مدرنشه که خط و خطوط شکسته است و یکی حالت دایره شکل و اسپورتی ترش. تو همون حالت مدرنش شما دو تا رو میتونین انتخاب کنین، یعنی اینجوری نیست که فقط یه حالت باشه. یه حالت کلاسیک هست که یه دونش هم برای بیشتر کاربردی بودنشه، که من میذارم روی حالت کلاسیکو کاربردی دوتا با هم، ولی روی حالت دوتا دایره هم دوتا حالت دیگه دوباره داریم، یعنی مجموعاً 4 تا تم شما میتونیم به صفحه کیلومترتون بدین که شفافیت و نوردهی خوبی داره، یعنی برعکس مونیتورش. قسمت کلاسترش خیلی خوب نور رو میرسونه به راننده و کامل ساپورت میکنه. آینه عقب با این همه آپشنی که ما توی این ماشین داریم، حالا خیلی هاشم بهتون نگفتم در ادامه میگم، آینه هاش نه الکتروکرومیکه نه فریم، هیچی، آینه ساده پیکانی بستن اینجا. این برای من یکم عجیب بود. قسمت بالای مونیتور چند تا پنل گذاشتن برای کنترل سیستم تهویه که حالت میانبر داره، هم داخل سیستم مونیتور اینو کنترل میشه، هم بالا به صورت جداگونه که برای کاربری راحت، فقط یکم دوره، یعنی شما بخواین صندلی کامل هم تنظیم کنی وقتی رانندگی میکنین یکم اینو دور هستن برای کاربری. شارژ وایلسش هم امتحان کردم، خوب بود. این ماشین علاوه بر این که پاور ویندو داره، سنسور بارونش به پاور ویندوش وصله و موقعی که مثلا اینجوری تو همین هوا بیرون هستیم، سانروف یا شیشه باز باشن، بارون بیاد، اتوماتیک همشون با هم دیگه بسته میشن. میگم از نظر امکانات آپشنی خیلی زیاد هست،
سنسور کنترل خواب آلودگی و سیگار اینجور چیزا هم داره که اینجا هست روی ستون سمت راننده که کنترل میکنه. توی رانندگی هم بهتون میگه اینقدر بوق میده، اینقدر میگه حواست به اینجا باشه، پشت سر هم یکم آزاردهنده است. آینه ها ابعاد خوبی دارن، یکم چون ابعادش یه جوری اومده بیرونتر از ماشین خوب ساپورت میکنه، کل بیرون ماشین رو بهتون نشون میده. رادار هم توی رانندگی بهتون میگم و همین دیگه، چیز خاص دیگه جلو نموند، هر چی که بود رو بهتون گفتم. بریم سراغ عقب. ردیف عقب رو که گفتم یکم از آریزو 6 بزرگتر این ماشین و اینجا مشخص میشه. صندلی رو راحت ترین حالت ممکن برای خودم تنظیم کردم، باز فاصله پا زانو همه چی اوکی هست، پشت سریا خوب فاصله سر با این موهای بلندم یکم باز مونده و مماس نشده. چراغای کوچیکی که اینجا هست، متریال رودری همونی که جلو هست، دو تا کاپولر اینجا داریم، یه دونه USB، دو تا دریچه کولر، متریال و چرم صندلی هم جلو هم عقب چرم خوبیه، رنگ سفیدش جذابه، تم دو رنگ سفید مشکی داخل که البته همه میدونیم دیگه رنگ سفید موقعی که کثیف بشه یکم آزاردهنده است، ولی بازم به نظر من ارزش لذت بردنشو داره. سانروف یا همون سقف پانورامی کشم زیاد نیومده عقب، یعنی نصفه ها دیگه تموم شده و همین بود گزارش بیرون و داخل. بریم سراغ ادامه داستان. پشت فرمون دانگفنگ شاهین مکس اولین چیزی که خیلی به چشم میخوره کیفیت متریاله. ساختی که داخل داریم ما با چینیایی که تا حالا تو ایران مونتاژ شدن و خیلی هم تو بازار دیدنش تفاوت حس میشه که این از نوعی یه لول بالاتره و اون طراحی خوبش، ارگونومی راننده پشت فرمون و راحتی که داره، سیستم تعلیقش نرمه، رینگای ماشین 17 اینچی، رینگاش خیلی بزرگ نیست و همین هم خوبه به نظر من، اصلا بیخیال رینگ که ابعادش بزرگ باشه. سواری نرم و راحت برای یه سدان خونوادگی خیلی مهمتر از اینی که مثلا رینگش یه سایز بزرگتر باشه و لاستیکاش هم لاستیک ایرانی نیستن، لاستیک چینی هن و کیفیت سواری مناسبی میده. میتونم بگم از آریزو 6 پرو که قطعا بهتره، خیلی هم بهتره. آریزو 6 جی تی رو باید تست کنم، حالا اگه گیرمون بیاد تست میکنیم بعدش میگیم که این خوبه یا اون. و از نظر راحتی رانندگی هم تو سطح خوبی قرار داره، خیلی راحته، هم ارگونومی صندلی ها هم بزرگ بودن ابعاد داخلش. گیربکس این ماشین حالت دستی نداره، یعنی تیترونیک، برای خیلی ها که رانندگی پرتنش و پرفشار دارن یا اسپورت میخوان رانندگی کنن این قضیه رو مخه. اگه دقت کرده باشه این دینگ دینگ صدای هشدار میشنوی، این به خاطر سیستم های امنیتی و محافظتی خیلی زیادی که این ماشین داره. رادار تصادف جلو، رادار حرکت بین خطوط، رادار تابلوخان، رادار نقطه کور و کروز کنترلر تطبیقی که مجموعاً همه اینا یه سطح خوب رفاهی رو برای ماشین در اختیار میذاره از نظر اینکه ایمن رانندگی کنیم. و نور بالای اتوماتیک اینا هم دیگه توی همه ماشینایی که این رنج قیمتی 0 کیلومتر میان وارد ایران میشن یا مونتاژ میشن وجود داره. شانس ما هم بارون گرفت و ماشینه که راحته، یعنی شما احساس خیلی اسپورتی باش نمیگیریم، مخصوصا موقعی که پاتون رو تخته میکنی چندان صدای موتور داخل اتاق نمیاد. ترمزشو که دیدین آنچنان قابل اطمینان نیست که بگم خیلی خوبه، 49 متر عدد خوبی نیست، ولی خیلی هم نباید انتظار گاز دادن باش داشته باشین. شتابش هم بد نبود، 8.9 شتاب بدی نیست، ولی متاسفانه الان داره بارونه بیشتر میشه و همین قضیه باعث میشه که ما به چالش بخوریم توی بخش پیچای لواسون، که البته قبل این احتمال زیاد دیده باشینش همین پیچای لواسون رو، و بعدا میگیریم شما قبلش میبینین. توی بخش کیفیت رادارها ماشین خیلی خوب عمل میکنه، رادار حرکت بین خطوط، کنترلر تطبیقی، همون کروز کنترل تطبیقی خیلی خوب عمل میکنه و خوب تشخیص میده به شرط اینکه خطا باشن، خط روی جاده پاک نشده باشه. مصرف سوخت این ماشین چیزی که کمپانی گفته ترکیبی 6.8 لیتر بر 100 کیلومتر، ولی موقعی که من پرفشار رانندگی میکردم قبل تست کلی چالش داشتم تا 10-11 رفت، بیشتر نرفت، که این خودش خوب بود، ولی حساس به بنزین هست دیگه. به هر حال شما باید اینو در نظر داشته باشین که ماشین به بنزین حساسه.
توی سربالای خروجی لواسون هستیم. اینجا سیستم تعلیق خودشو نشون میده که چجوری هست و نمیتونم بگم خشک اسپورته و از آریزو 6 پرو نرمتر اوزاش. اگه مقایسه کنم با ماشین مثلا کره‌ای در حد شاید بگم الانترا هست، الانترا 2017 مثل اونه تا حدود زیادی نرمیش و عملکرد گیربکسش رو بهتون بگم که بعضی موقع گیج میزنه، مخصوصا موقع لانچ کردن توی 0-100 هم دیدین اصلا کپ میکنه، انگار که مشکل نرم افزاری داره، یه آپدیت درست حسابی لازم داره برای اینکه اون کپاش از بین بره و شتابش اوضاع بهتری داشته باشه، که شما میتونین حالا منتظر بمونی اونایی که مالک ماشین هستن، احتمالا چند وقت دیگه اگه حالا مشکلی پیش نیاد و کمپانی دلش بخواد یه آپدیتی براش بده اوضاع بهتر بشه، وگرنه همینجوری یه موقعی معکوس میده، یه موقعی نمیده، یه موقعی مثلا خیلی دیر معکوس میده، بعضی موقع از پاتون رو گاز میذارین 2-3 ثانیه بعد معکوس میده، یکم گیج میزنه، اونم ساختار نرم افزاریشه بیشتر که این مشکلات پیش آورده. این ماشین توسط شرکتی به بازار عرضه شده که قدیمی ترین شرکت خودروسازی داخل ایران هست و مردم هم تا حد زیادی دلشون به این خوشه که این همه شعبه داره و قدیمی، خدمات خوبی داره، ولی تجربه ثابت کرده تو ماشینای چینی مخصوصا وارداتی که اگه بخواد این شرکتی که میگم حالا اسمش هم نمیارم بخواد عمل کنه معمولا چندان پاسخگو نیست اونجوری که مردم انتظار دارن. امیدوارم که برای ماشین اینجوری نباشه و بتونه که خدمات خوبی ارائه کنه و مشتری‌ها بتونن که با خیلی راحت سوار این ماشینا بشن. کولر این ماشین کولر خوبی هست، من روی تقریبا نصفه نگه داشتم و روی 20 درجه هست، هرچند که هوا بیرون یکم خنکه، قبل اینکه این بارون بگیره هوا گرم بود، امتحانش کردم خیلی خوب بود، یعنی کاملا اوکی بود، نسبت به خیلی چینی اوضاع بهتری داشت و موقعی که گاز میدادم از مدار خارج نمیشد. این قابل توجه اون دوستانی که همین گفتن از مدار باید خارج بشه فلان، اینجا من همچین چیزی ندیدم، هر چقدرم گاز دادم کولر از مدار خارج نشد، کاملا هم خنک کنندگی، همه چی اوکی. طبق معمول زیر دوربین با سرعت 80 تا پامونو تخته میکنیم روی گاز، بهش هم میخوره که خوب راه بره، چون گشتاور خوبی داره، 300 نیوتن متر گشتاور کمی نیست و همین هم داریم میبینیم، گیرباکسش هم گیرباکس خوبیه. اما اجازه یه دونه از این ور برم چون تا این کرار بره طول میکشه و یه دونه دیگه هم از این ور برم که خودش رفت 140-50 تا خوب رفته، 146 تا. با وزن 1480 کیلویی و 300 نیوتن متر گشتاور من انتظار داشتم مثلا 170-180 تا رو بره، چون هیچی هم جلومو نیومد، ولی نرفت اینو و باید ببینیم که تو ادامه چی میشه. بخوام جنبندی کنم، با بودجه 1,800,000 تا 900,000 تومان سدان 0 کیلومتر الان توی بازار تقریبا فقط میشه گفت آریزو 6 جی تی، اونم اگه بیاد، ماشینی به اون صورت خاصی نداریم که بخوایم بهش اشاره کنیم و باید منتظر بمونیم که سیل جدید واردات خودروی چینی به کجا میرسه و رقیبی برای ماشین مشخص میشه یا نه. شما بگین که از این ماشین خوشتون اومد یا نه، این ماشین رو برمیدارین که وارداتی هست یا آریزو 6 جی تی که مونتاژی هست، اینو حتما جواب بدین، لایک و سابسکرایب و کامنت و اینا یادتون نره، جیک جیک اینا مغزمون رو خورد. خدا نگهدار.